ای, ای مسیحم سلام دوستم خیلی تو دلم هست که با صحبت کنم که چجوری میتونیم مسیح باشید بعضی وقتا مردم از من میپرسن باید چی کار کنم مسیح باشم بعضی فکر میکنن کلیسا برن شم روشن کنن دینی شوز کنن اما هیچ چیز از اینا نیست آن چیزی که هست این هست که خداوند آمده که مذهب دین ما رو عوض کنه آماده که به ما یه رابطه به خودش ایجاد کنه در ایمان به عیسی مسیح مهمه که ما بدونیم که خدا اول ما را آفرید در شبیه خودش ما پاک بودیم همه چیز خوب بود اما با فریب شیطان انسان به گناه افتاد و ما باید بدونیم گناه چه هست و چه اثری رو زندگی ما کرده من میدونم اگر شما فارس باشید، ایرانی باشید، افغانی باشید یا نظرهای راجب گناه دارید شاید فکر میکنی که گناه چیز خیلی سنگینی بزرگ مثلا زنا، آدم کشتن، بالا دیوار مردم رفتن این چیزها گناه هستند. اما گناه از اون خیلی امیختره همه ما گناهکار شاید فکر میکنی که من فقط گناهکار میشم وقتی که گناه میکنم اما کتاب مقدس میگه که ما به دنیا آلوده با و گناهکار به دنیا آمدیم یه روزی با یک آقای صحبت میکردم و خیلی ناراحت شد وقتی گفتم که بهش گناهکاره و از دل دست من کمی دلخوش شد بعد ازش پرسیدم که گفتم که نه تا تمام قدس میگه همه ما وقتی که به دنیا آمدیم گناهکار بودیم و ما گناهکار نیستیم به خاطر که گناه میکنیم اما گناه میکنیم به خاطر که گناهکار هستیم بعد یه مثال زدم براش گفتم که فرض کن اگر من یه درخت کوچولو دارم و درخت بادامه اما هنوز میوهش دیده نشده من بهت میگم درخت بادامه شاید بگم مطمئن نیستم اما اگه سب کنی این درخت که رشد میکنه حتما بادام به وجود میاره و شاید اون بچه شما فکر کنی خیلی کارهای بدی که نکرده مزایمه مادرش که شده وسط شب اما چیزهای دیگه سنگی نکرده اما اون شخص اگر فرصت بدی و زمان بدید میوه گناه را تو زندگیش میاد پس باید بشناسیم که گناه یعنی چی؟ یا شاید هم شما فکر میکنی که وقتی که جلوی خدا در آخرت وای که خداوند تو دستش یه ترازو داره و کارهای بدت را در یک قسمت میذاره و کارهای نیکوت را یه جای میذاره و امید دارید امید داری که کارهای نیک شما سنگین تر باشه و خدا شما را بپذیره اما ما نمیدیدم چقدر باید آدم نیکو بکنه چند کیلو آدم باید نیکو بکنه که ای باشم برطرف باشه پس بیا عزیزم با هم نگاه کنیم که کتاب مقدس به ما چی یاد میده راجب گناه میدونیم که گناه وارد جهان شد از طریق آدم اینو میدونیم و میدونیم گناه باید شد که ما مرگ روحانی به وجود آمد یعنی ما از خدا دور شدیم جدا شدیم و به خاطر او ما نیاز داریم که خداوند ما را بیدار کنه چون که ما هم مرگ جسمی داریم و هم مرگ روحانی داریم میدونیم که گناه این هست که ما نتونستیم مثل مسیح باشیم کلام خدا نه تنها میگه گناه چی چیزایی هست که نباید بکنید میگه چیزایی هست که باید بکنید بکنام هست و میگه ما باید پاک باشیم عین زندگی عیسی مسیح و دلیل که بعضی وقتا ما فکر میکنیم گناهکار نیستیم خود ما رو مقایزه میکنیم به آدمهای دیگر نگاه میکنیم به آدمایی که معلومه از ما بدترن و از تو گناه بیشتر رفتن اما کلام خدا نمیگه که خودت مقایزه کن با دیگران میگه با خودی سعی مسیح خودت مقایزه کن من میدونم که شاید این مثال کمکت بکنه اگر شما بالا شهر تهران زندگی میکنی شاید به اونایی که پایین شهر زندگی میکنن شاید نظر بد داشته باشی فکر کنین آدم های بی سوادن آدم های کمرزشی هستن چون که خود مقایزه میکنی با دیگران اما فرض کن اگه شما به شهر تهران از ماه نگاه کنید آیا مردم بالا شهر و پایین شهر هیچ فرقی هست بینشان و حتما چیزی دیده, دیده نمیشه همه شان یکسان میبینید و خدا همه انسان را یکسان میبینه و ما هم باید ما هم باید به انسان نگاه کنیم نه از دید و عیسی مسیح و نه از مقایزه کردن با دیگران همچنین گناه این هست که دستورهای خداوند رو شکندیم شاید فکر میکنی که این فقط چیز ظاهری اما چیز ظاهری نیست این نیست که ظاهرا شما میتونستی آدم خوب باشی خداوند به انگیزه ها و به دل ما نگاه میکنه و کتاب مقدس میگه که مرکز گناه از وجود ما از دلهای ما بلند میشه گناه این هست که ما برده گناه هستیم کلام خودم به ما رو یاد میده که ما نمیتونیم خود ما را آزاد بکنیم از گناه واقعا گناه ما را کنترل میکنه یادم بود که یه همسایه ما داشتیم که یه دونه سگ داشت که خیلی بزرگ بود اگر باور کنی این سگ اندازه یه اولاغم بود اینقدر بزرگ بود و بعضی وقت صبح که ما صبحانه میخوردیم این صاحب این سگ را اینه میبرد بیرون که اونه بگردونه و سگ میدوید و این صاحبش پشت سرش میامد و من مطمئنم این به برمیگشت خونه به شوهرش مثلا میگفت که من سگ بردم بیرون و اونو گردوندم و این سگم پارس میکرد و به تمام حیوان گفت که من صاحب خودم را بردم بیرون و اونو گردوندم ما شاید فکر کنیم گناه را میتونیم کنترل کنیم اما اینطور نیست گناه ما رو کنترل میکنه و ما نیاز به کمک داریم بله باید نگاه کنیم به درون ما باید اجازه بدیم که خداوند در ما کار کنه و او رو ببینیم آیا خودت گناهکار میبینی یا نه شاید فکر کنی نه من نیستم چون که خیلی آدم بهتری هستم از دیگران اما کتاب مقدس میگه که باید حقیقت را از خودت ببینید اگه حقیقت را بشناسی آزاد میشی و طوری که تو میتونی حقیقت را ببینی خودت را در نور خدا ببینی در, در مقابل کلامش ببینی در مقابل عیسی مسیح اونو ببینید یادم بود یه روزی زنم از من خواست که چند تا پنجره را بشورم و خیلی زحمت کشیدم و خیلی از خودم راضی بودم که تمام این پنجره را قشنگ شسته بودم بعدن خورشید آمد و تمام اون خطا را به من نشون داد چقدر من فکر کردم عالی بود چقدر من فکر کردم کارم درست بود اما نور که زد عیبهای من روشن کرد خداوند همین کار میکنه شاید ما فکر کنیم خیلی آدم خوبی هستیم شاید فکر کنیم که کار ما خیلی درسته اما وقتی که در نور خدا در نور رو قدس قرار میگیریم و کلام را میبینیم اونجا روشن میشه که عیبهای ما چه هستند و باید بدونیم بدونین که کارهای نیک ما کارهای مذهبی ما اینا هیچ جاهگاهی نداره در حضور خداوند اینا هیچ ارزشی برای خداوند نداره کلام خدا میگه بهترین کارهای من مثل یه پارچه کثیفی هست هیچ ارزشی نداره برای خدا خدا قدوسه خدا پاکه ما کی هستیم که بتونیم از خود ما یه چیزی بیاریم به حضور خداوند که بگه بله عزیزم من اینه میپذیرم باید بدونیم که نجات خداوند هیچ ربطی هیچ ربطی نداره به کارهایی که ما میتونیم بکنیم باید از فیض خداوند آشنا باشیم که خدا انقدر دنیا را محبت نمود که پسر یقانه خودش داد تا هر کی به او ایمان بیاورد حلاق نگردد بلکه صاحب حیات جاودانی باشه خدا شما را دوست داره این معلومه تو کتاب مقدس خدا انقدر شما رو دوست داره که حاضر شد و قبول کرد که فرزند خودش رو بفرسته و اون پسرش روی صلیب کشیده باشه برای من شما حاضر شده خودش فدا کنه اون که هیچ گناهی نکرد او که تمام شریعت خدا را انجام داد او که با خداوند زندگی میکرد به خودش خدا بود آمد انسان انسانیت ما را پوشید و درد ما را گرفت هم هم سفره به ما شد و روی صلیب رفت برای کفاره گناه های من شما ولی خیلی مهمه خیلی مهمه چون که مرگ لازم بود که باشه چون که ما همه ما زیر محکومیت مرگ بودیم اما باید باید بپذیریم باید قبول کنیم خدا با زور ما را مسیح نمی کنه با زور وارد زندگی ما نمیشه دعوت ما میکنه اگر توجه کنی به زندگی عیسی مسیح اولین حرفهایی که زد بگه بیا و ببین بیا و بچش بیا و ببین آیا حاضر هستی که بیایید و ببینید ببین اگر مسیح راه و راست باشه و شما او را رد کنی همه چیز از دست دادید اگرم حقیقت نباشه و شما آمدی مطالعه کردی نگاه کردی و مزه کردی چی از دست دادید از چی می ترسید دوست من که حاضر نیستی که بیایید و بچشید و ببینید که خداوند نیکو هست بایدونه و قبول کنی اون بپذیری این چیز خیلی مهمی هست وقتی که مخوام مسیح باشیم یک قدم هایی هست و میخوام این قدم ها را به شما بیشتر اعلام کنم در دعا هستم برای چون که میدانم آسون نیست به یاد یه داستانی از یه میسیونر قدیم ایران هستم که رفته بود شمال و اونجا با یک آخون قرار گذاشته بود که با هم بشینند و صحبت کنند این آخون میخواست که این میسیونر را مسلمان بکنه و این میسیونر رفت اونجا و میخواست شهادت بده به محبت خدا در عیسی مسیح ساعتها با هم نشستن غذا خوردن و بعد از چهار پنج ساعت میسیونر سرش میزره پایین و شروع میکنه به گریه کردن آخون میگه چته مگر دلدرد پیدا کردی مگر غذای ما راضی نبود با اتان ناراحت شده بود و این میسیونر از عشق چشمش میریخ گفت من گریه میکنم چون که من نتونستم شما را گانه کنم که عیسی مسیح را هست من از خودم ناراحتم هر حرفی زدم هر کاری کردم شما هیچ علاقه نشون ندادید این زمان آخون سرش پایین انداخت چند ثانیه سکوت بود بعدا سرش بلند کرد و به چشم این نگاه کرد و گفت تا طول عمرم هیچ کسی برای من گریه نکرده خواهش میکنم بیشتر از مسیح شما به من بگو بعضی وقتا گریه های ما شاید باشه که شما رو تکم بده شاید اون محبتی که ما به نسبت به شما داریم به خاطر که دوست داریم تو از راه مسیح آشنایی پیدا کنی و بتونی با او زندگی کنید پس اجازه بده که توضیح بدم که اگر اگر تو دلت هست اگر احساس میکنی خدا صدات میکنه اگر احساس میکنه که یک تشنگی در وجودت هست اگر احساس میکنی یه خلایی تو وجودت هست و هر چیزی بهش دست زدی هیچ وقت رضایت پیدا نکردی اگر از زندگی خسته شدی اگر از مصب خسته شدید و واقعا دلت میخواد خدای زنده را بشناسید خواهش میکنم به من گوش کنید کتاب مقدس میگه که اولین چیزی که باید بکنیم باید اطراف گناه بکنیم اطراف کردن در کتاب مقدس یعنی اون چیزی که خدا فرموده اون چیزایی که خدا گفته راجب من من اونا را قبول دارم اگر خدا گفت این گناه من میپرزیرم اون گناهه و خیلی جالبه که در اول نامه اول یوحنا باب یک اونجا میگه اگر ما گناه های ما رو اطراف کنیم خدا با وفاست خدا عادل هست و ما را میبخشه و ما را پاک میسازه بعدا تو آیاها میگه اگر شما فکر کنی گناهکار نیستید شما فریب خورده اید خیلی حرف سنگینیه حرف خداست میگه اگه شما فکر اونقدر پاکی بی گناهی شما متاسفانه از دید خدا فریب خورده کلام میگه حقیقت در تو نیست نه دوست نداری حقیقت بدونید دوست نداری بفهمی که مشکل چی هست بعدا اگه اگه شما قبول نمی کنی که گناهکاری شما واقعا اعلام میکنی که خدا دروغ میگه چون که خدا فرموده من و شما گناهکاری من که نمیگم خدا میگه عزیزم گوش کن خواهش میکنم و بگه اگه شما نمیتونی به پذیری گناهکار هستی کلام خدا جاگاه نداره تو زندگی تو فکرت پس خواهش میکنم فکر کنید فکر کنید که چجوری اطراف کنید اجازه بدی رو قدس در شما کار کنه که بفهمی که گناهکار هستید بعدم میگه ما باید راجب گناه های ما قصه داشته باشیم واقعا باید دل ما بشکنه ببین خیلی ها که خیلی ها که واقعا ناراحت میشن از گناهاشان به خاطر گناه نیست به خاطر که یکی فهمیده اونا گناه کردن <tip> یه عزیز یه چیز خنده دار به من گفت که اگر کسی نبیبینه شما گناه میکنی گناه نمیکنی اما خب همیشه خدا میبینه و بعضی وقتا دلیلی که ما ناراحتیم که دیگران فهمیدن و فکر ما این نیست که دل خدا رو شکندیم دل خدا رو شکندیم بعضی وقتا ناراحت میشیم از گناه های ما به خاطر که نتیجه های گناه بد بود وقتی که من رانندگی میکنم پلیسیش جای نیست شاید تند میرم بعدا که پلیس منو میگیره ناراحتیم اینه که گرفته منه ناراحتیم نیست که من تند میرفتم و بعضی وقتا ناراحتی ما این نیست که ما گناه کردیم ناراحتی ما نیست که گناه های ما باعث شده درد سرد برای خود ما آبروریزی برای خود ما اما کتاب مقدس میگه که باید بدونیم که ریشه گناه خدا را اذیت میکنه ما گناه ما به نسبت به شخصیت خدا هست پس دعا میکنم که شما حاضر باشید اطراف کنید و قصه بخوری قصه نمیخوری وقتی شما یه نفر به نسبت به شما کار بدی میکنه ناراحت نمیشی فکر نمی کنی خدا هم قصه میکنه ناراحت میشه وقتی که شما گناه میکنی بعدا کلام خدا میگه که شما توبه کنید نه تنها اعتراف کنید نه تنها قصه باقی داشته باشید اما توبه کنید از گناهاتان توبه هم معنی خاصی داره یعنی شما مسیرت عوض کن یعنی قبول کن که نب ترین رای که میری ادامه نخواهی داشت و میخوا برگردی میخوا دور بزنی و برگردی به زندگی دیگه به به مسیر دیگه برید به سمت خدا این توبه کردن خیلی خیلی مهمی هست یعنی باید گناه را ترک کنیم روش قدیم را ترک کنیم و بچسبیم به عیسی مسیح کار آسانی نیست اما کاری هست که روح قدس در ما ایجاد میکنه و خیلی عزیز هست بعدا کلام خدا میگه که به عیسی مسیح ایمان بیار و زندگیت را بسپر به او اگه اجازه بدی من با در میان بذارم روزی که من مسیح شدم من شش ساله بودم عزیزم شش ساله بودم رفته بودم کانون شادی تو کانون شادی معلم گفته که تمام آدم های دنیا یا به جهنم میرن یا به بهش میرن اما به من نگفت که چجوری با آدم مطمئن باشه آمدم خونه خیلی ناراحت بودم رفتم پیش مادرم گفته مادر جن آیا من جهنمی یا آسمانی مادرم به من نگاه کرد من نمیدونم گفتم وقتی مادر خودت نمیدونه کجای میرید خیلی سنگینه گفتم چیکار کنم گفت تو باید توبه کنید اطراف و گناه کنید شش ساله بودم تو آشپزخونه ایستادم هنوز تو خاطرم هست به مادر من من کمک کرد که من اطراف و گناه ها میکنم و زندگی ما بسپرم به عیسی مسیح و از اون روز تا امروز من پیرو ایسای مسیح هستم اما باید میفهمیدم باید میدونستم و به خاطر که پدر مادرم مسیح بودم من مسیح نبودم یک شب تو گاراژ بخوابی ماشین نمیشی اگه تو خونه مسیح بزرگ باشی مسیحی نمیشی باید خودت ایمان داشته باشید یادم بود سالای پیش که یه خواهر ایرانی تو خونه ما بوده تو آشپزخونه با خانم نشسته بودیم و این خانم برای چندین ماه باش صحبت میکردیم و اون شب ازش پرسیدم گفتم خواهر جان شما اینقدر از مسیح شنیدید از کلم خدا آگاه شدید آیا حاضر هستی عیسی مسیح را به دلت دعوت کنی؟ گفت بله میخوام این کار بکنم من و خانم خیلی خوشحال بودیم و میدونستم که نمیدونست چجوری دعا کنه پس من دعای توبه را دو گفتم و این خواهرم تکرار کرد وقتی تکرار کرد و آمین گفت بعد من بهش گفتم خودت مسیح را شک کن تو خود خدا را شک کن و این کار را کرد بعدا دیگه ایستاد و همینطوری مثل که فلج شدم همینطوری تکون نخواد یه دقیقه دو دقیقه سه دقیقه من یه های نگران شدم چی شده بعدا چشماش باز کرد گفتم چی شد گفت برای اولین بار تو عمرم آرامش حس کردم نمیخواستم چشم باز کنم میخواستم در این حالت بمونم چون هیچ وقت آرامش نداشتم جالبه عزیزان که من با خیلی ایرانی ها که کار کردم خیلی آشن همین میگم ما هیچوقت آرامش نداشتیم اما روزی که قلب های ما را به مسیح دادیم این آرامش وارد زندگی های ما شده پس امروز من میخوام با وقتی که مونده که با شما داشته باشم میخوام این دعای توبه را من, تک من بگم و اگر شما مایلی تکرار کن اگر هر جای دنیا هستید و حرفهای من گوش میکنید بدونی که با محبت و با دعا این حرفها را با شما در میان گذاشتم و میخوام الان بهتم بگم که من این دعا را میخوام بگم و اگر شما دوست داری و میتونی تکرار کنی تو قلبت این حرفا فقط اینطوری نیست که با گفتنش از ته دل باید باشه اگر باورت به اینجا رسیده خواهش میکنم این دعا را با من تکرار کن بیا سلام خم کنیم با هم دعا کنیم اینطور میتونی دعا کنی ای پدر آسمانی من بله ای پدر آسمانی من امروز به حضور تو میایم بله ای خداوند امروز اطراف میکنم که گناهکارم اطراف میکنم که برحله تو زندگی کردم و امشب این باور به دل من رسیده که تو هستید و تو مسیح را برای من فرستادید پس امشب عیسی مسیح به تو ایمان میارم گناه های من را ببخش ای خداوند وارد وجود من باش ای خداوند اجازه بده که من امروز قلبم به تو بدم میخوام که منو پر کنی با روح خودت میخوام ای خداوند خودم رو تسلیم تو بکنم و برای تو زندگی کنم و این چیزا در نام عیسی مسیح دعا میکنم دوست عزیز اگر چنان دعایی شما کردید یه چیزایی بدونید که روح قدس یه مهری میزنه روح قدس در وجود شما میاد و کار میکنه و, و نشون میده که تو مالی مسیح هستید خداوند دست به کش نیست اون کاری که در شروع شما شروع کرده انجام میده اما شما نیاز داری که کتاب مقدس را پیدا کنی بخونی نیاز داری که به مشارکت ایماندارا شریک باشی و بری بین اونها و یاد بگیری شما نیاز داری که دیگران برای شما دعا کنند تنها, تنها جلو نرو اما همیشه آماده باش که با دیگران جمع بشی و خداوند در زندگی شما کار کنه چقدر عالی هست چقدر خوشحالم که این وقت را با هم دیگه داشتیم اگر سوال دیگری دارید مطمئنم که ایماندارا هستن حاضر هستن که جواب شما رو بدن اگر کتاب مقدس لازم داری ما میتونیم کمکت بکنیم یا از جاهای دیگر از اینترنت میتونی اینه به دست بیار اما میدونی وقتی یه نفر توبه میکنه میدونی کتاب تا مقدس چی میگه؟ میگه تمام فرشته های آسمان جشن میگیرن جشن با شما میگیرن عزیزم امشب با شما جشن میگیرن چون که خوشحالن که یکی دیگر از طریق اون فداکاری ایسای مسیح وارد ملکوت خداوند شده و دعا میکنم که اولین فرصت به اونایی که دور براتون هستن اعلام کن که کی هستی و چی شده و مطمئنم که یک زندگی خیلی عجیب و غریب در جلو داری که خداوند با شما هست شما رو میسپرم به دستای خداوند دعا میکنم برات خداوند همراهت باشه خب امیدوارم که امشبم ما که اینجا بودیم یک دل بودیم در این مورد و اگر کسی در این جمع هم هست که نیاز داره که دعا کنه امیدوارم اون دعا هم براشان خیلی جالب بود پس میخوام همه تان سرات خم بذاریم و اگر اگر میشه در دلهای خودتا را خدا را شک کن برای نجاتی که دارید و اگر شک دارید از اطمینانت به نجات میخوام که بدونید و با یک سوال از شما میپرسم اگر امشب میمردید مطمئن هستید به آسمان به بهش میرید اگر بگی بله خدا رو شکر از میپرسم از چه لحاظ تو اطمینان دارید اگر بگی به خاطر که آدم خوب بودم میگم وای 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 نه اگر بگی که به خاطر به طور کامل به عیسی مسیح روح ایمان آوردم و اعتماد من کاملا به او هست و فقط به خاطر فداکاری عیسی مسیح روی صلیب جلجوتا جل جل من وارد آسمان میشم و اگر این واقعیت داره در قلب زندگی شما خدا را شکر کن خدا را شکر کن چون که خدا روحش را در تو دمیده خدا روحش در تو گذاشته و این چیزایی که شما میبینی کلام خدا هست چیزایی که هیچ انسانی ندیده و هیچ گوشی نشنیده عیسی مسیح و روحش بر ما باز کرده و ممنونی خداوند پس دست جمعی همه ما خود ما را به مسیح میسپاریم امشب و با خوشحالی و با شادمانی مسیح را خدمت می کنیم و او را سلطان قلبهای خود را می به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین